بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و برنامه پویش را به شما پیشکش میکنم. جان انسان چه اندازه اهمیت پیدا میکنه؟ جان انسان در برابر انسانهای دیگر، در کشورهای دیگر، در موقعیتهای متفاوت، ارزشهای متفاوت خودشو نشون میده. آیا در همه کشورها برای زنده ماندن انسانها، برای اینکه یک انسانی زنده بماند و به زندگی خود ادامه بدهد، چقدر کوشش میکنند؟ بستگی به این دارد که در کدام کشور هستیم. میخواییم راه دوری نریم، بیاییم در همین آمریکا. در همین آمریکا بین 200,000 نفر در سال به سبب اینکه بیمارستانها کوتاهی هایی رو میکنن که جان یک انسان به خطر میفته و اون انسان فوت میکنه، نه به دلیل اینکه در جراحی یا چیز دیگه کوتاهی شده، نه، کوتاهی هایی که میتوانن انسان از آن پیشگیری بکنن، مشکلات تنفسی، مشکلات عفونتی که در درون بیمارستان ها به وجود میاد، مشکلاتی که پس از جراحی ها به وجود میاد و اون ناشی از مراقبت هاست. خب چرا به این موضوع اشاره میکنم؟ ما هر روز در جهان میبینیم که در کدام کشور چقدر آدم کشته شد و چقدر مسئله وجود داره. در آمریکا یک ایرانی به اسم آقای جو کیانی که مهندس تجهیزات پزشکی است و یه شرکت خیلی بزرگی را در سال 1989 به وجود میاره که تجهیزات پزشکی ایجاد بکنه و بسازه و بفروشه، متوجه میشه به مرور که انسان‌ها چگونه جانشون به دلیل مراقبت نکردن و یا استفاده نادرست از ابزارها و تمام اینها در بیمارستان‌ها فوت می‌کنه. در کنار کار حرفه‌ای خودش که انجام میده، یعنی در کنار اینکه یک مؤسسه بزرگ تجهیزات پزشکی داره و 600 اختراع به نام ایشون ثبت شده هست، میاد یک کار خلاقانه و انسان دوستانه و نیکوکارانه می‌کنه. و اون چی هست؟ در سال 2012 میاد یک بنیادی رو به وجود میاره، یک جنبشی رو به وجود میاره به اسم Patient Safety Movement، جنبش امنیت جان انسانها، و این کار رو پیش میبره و شروع میکنه با رئیس جمهورها و یا افراد کسایی که در قدرت هستن و این توان رو دارن، با اونها وارد این گفتگوش که اینو در آمریکا به وجود بیارن. خب دو نفر از کسایی که استقبال میکنن از کار ایشون آقای کلینتون و آقای جو بایدن هستن و به این ترتیب ایشون این کار رو با کمک اونها پیش میبره. سال گذشته من اونجا بودم و با ایشون گفتگو کردم، با آقای جو کیانی که تا ایرانی هستن، فارسی هم خوب صحبت میکنن، در اینجا بزرگ شدن، جوانی بودن. من پارسال با ایشون صحبت کردم، امسال چون زمان خیلی کمی داشتیم برای مصاحبه، قرار شد که بعدش این گفتگو رو بکنیم. ولی یکی از مهمانهای برنامه و در اصل به قول معروف کینوت اسپیکر آقای کلینتون بود. حالا این فرصت هم به دست آمد که من هم با آقای کلینتون چند دقیقه دیدار کنم. اتفاقا هنرمند بسیار خوبمون آقای داریوش اقبالی هم در اونجا بودن و با آقای کلینتون دیدار کرد. در موقعی که من با آقای کلینتون گفتگو می‌کردم، با آقای کلینتون گفتم که ایشون به من گفت که ببینین، شما باید به مردم خودتون، به ایرانی‌ها، به مسلمان‌ها بگین که همه آمریکایی‌ها اینجوری فکر نمی‌کنن. منظورش اشاره به حرفای آقای دونالد ترامپ و دیگران بود که اینجوری فکر نمی‌کنن که همه مسلمان‌ها و ایرانی‌ها رو نمی‌دونم تروریست می‌دونن از این چیزا. من برگشتم به آقای کلینتون چی گفتم؟ من برگشتم به آقای کلینتون گفتم شما به عنوان یک فرد بهتر است که در سخنانتون شما به مردم بگین که همه ایرانی ها و مسلمان ها این گونه نیستن که آقای ترامپ میگه. و اتفاقا آقای کلینتون وقتی روی صحنه آمد، سخنش رو برد به این منظر و به آقای جو کیانی اشاره کرد و گفت ببینین این جو کیانی اینا هستن، اینها هستن کسایی که ما بهشون، اینا آدمهای واقعی هستن، انسانهای واقعی هستن. و در واقع به عنوان جو کیانی، به عنوان یک ایرانی اشاره کرد که این ایرانی چقدر در مسائل انسانی کمک میکنه و خیرخواهان است. حالا من فقط در پایان به یک نکته اشاره بکنم، این است که اینها در همین چند سالی که این کار رو شروع کردن، توانستن در سال گذشته، در سال 2015، 1631 بیمارستان بهشون بپیوندن که این 1631 بیمارستان توانسته 24643 بیمار رو، جانش رو نجات بده که به دلایل مختلف
خارج از مسائل جراحی و این مسائل، فقط به دلیل اینکه ندانم کاری میشه، مسائل تنفسی و مسائلی که میشه پیشگیری کرد، جانش رو از دست نده. جان انسان ارزش داره، جان انسان معنا داره و من خیلی خوشحالم که این کار رو یک ایرانی پیش قدم شده، برای اینکه بسیار در رسانه‌های جهان ایرانی‌ها، مسلمان‌ها و تمام اینا به عنوان یک چهره خوب ترسیم نمیشن. جو کیانی به عنوان یک انسان، به عنوان یک نیکوکار، به عنوان یک انسان موفق که در کار خودش بسیار هم موفق است، افزون بر این که خب برها زندگی و کارش رو داره میکنه، یکی از شرکت هاییست که در نزدک وجود داره، در شرکت های بزرگ آمریکا، شرکت ماسیموی ایشون، در کنار اون وقتش رو، زمانش رو میذاره برای کارهای نیکوکارانه و در سال هم اتفاقا به 3 کسی که اختراع جدیدی بکنن جوانها جایزه میده. امسال هم یک جایزه داد به یک دختر خانومی، دیدم که یک بالشی اختراع کرده بود که اون بالش میتونست گرمای سر کودک رو موقعی که رو بالش خوابیده درجه به جای میزان حراره استفاده کنه. به یک پسر دیگر هندی تبار هم یک اختراع کرده بود و اصلا مهمتر جایزه بزرگش رو به یک خانوم فعال و اندیشه ورزی که در آفریقا برای نجات جان انسان‌ها تلاش کرده بود این کار کرده بود. به هر حال برای کسانی که بیشتر علاقه‌مندن میتونن برن روی سرچ بکنن یا رو جو کیانی و یا رو پیشنت سیفتی موومنت و آشنا بشن اینها چه کار میکنن. واقعا باید به آقای جو کیانی و به دیگر ایرانیانی که در این مسیر کار میکنن شاد باش کرد و دستشون رو به گرمی فشرد. کاریس بزرگ و انسانی، اجازه بدین که از این عبور بکنیم و به بقیه برنامه در مورد مسائل روزمون بپردازیم.